از مقامات امنیتی پکتیا میگویند که نظامیان افغان دیشب در مرکز ولس ولسفولی جانی خیل پکتیا رسیده و کنترل آن را به دست گرفتن خماندان زون 303 سپینغر پلیس صبح امروز گفت که دیشب در عملیات بازپسگیری ولسفولی جانی خیل 12 شورشی طالب کشته شده و شمار هم زخم برداشتند ولسفولی جانی خیل پکتیا 11 روز پیش پس از محاصره طولانی مدت و جنگ شدید به تصرف طالبان در آمده بود از سوی دیگر طالبان در آغاز هفته مدعی شدند که ولسفولی امنه پکتیکا را نیز تصرف کردند چند ولسوالی افغانستان در دست طالبان است و سبب اصلی این که طالبان اکنون توانایی ادامه جنگ در چندین جبهه را دارند چیست برای دریافت معلومات در این مورد و دیگر موضوعات مرتبط به امنیت افغانستان با محترم جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که هم اکنون در استودیو کابل حضور دارند بحث میکنیم جنرال سلام بر شما تشکر از وقتتان بحث از اینجا آغاز میکنیم اگر کمی در مورد حملات دیروز مشخصا در مقابل وزارت دفاع معلومات کم بیشتر ارائه بکنین امروز امی لحظه که شما صحبت میکنین تعداد دقیق تلفات چند است و چند جنرال عالی رتبه وزارت دفاع و نیروهای امنیتی افغانستان در حملات دیروز کشته شدن بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و سلام بر تمام بینندگان محترم تلویزیونتان دیروز متاسفانه یک حمله انتحاری ساعت سی و نیم در پیش روی حوزی دو یعنی کنار پول یک پیسگی انجام شد نیروهای دفاعی و امنیتی و تمام مردم به خاطر کمک برای کسایی که در اونجا زخمی و شهید شده بودند شتافتند ولی متاسفانه ما که سرکار انصداد کرده بودیم هر دو نفر پی هم این فعالیت ها را انجام دادند و فعالیت بعدی چند دقیقه پس از می ف... حمله انتحاری اول انجام شد که متاسفانه تعداد از هموطنان ما شهید و زخمی شدند که ارقامش همو 35 نفر شهید است و 103 نفر زخمی است معاون لوای حمایه وزارت دفاع و چند جنرال دیگر در این حمله جان خود از دست دادن و اگر کوتاه بگوین شما خودتون گفتین حمله اول هم انتحاری بودم یعنی بار اول نیست که چنین حادثه میشه و این من فکر میکنم که مرگبارترین از لحاظ عزیز که مقامات آلری رودبی وزارت دفاع افغانستان و نیروهای امنیتی با شمول پلیس در حمله دومی چند لحظه بعد کشته میشن شما تدابیر ایمنی رو در اینجا تا چه حد ضعیف بررسی کردین تحقیق کردین در این مورد یا خیر به هر صورت یک سلسله مشکلاتی بوده اما ما راه را انصداد کردیم که در بین جایی که ما راه را انصداد کردیم یک انتحاری دگه به لباس نیروهای امنیتی به محل حادثه شتافت و نوع تحرکاتی که داشت ما دیدیم که این نفر خود را در بین مردم به نام از ای که کمک میکنه خود رسان ولی متاسفانه ای کمک نکرد و همونطور که از خون مردم اینها همیشه سراب نمیشوند دید که مردم در اونجا به خاک و خون قلتیدند و افرادی که بیا کمک میکردند اینها هم آماج قرار داد و بالاخره تعداد شهیدا و زخمی های ما زیادتر شد یک بار دیگه میخوایم از شما پرسان بکنم خداوند روح گیر شاد داشته باشه چند جنرال وزارت دفاع کیها هستند که در این حمله کشته شده و چند نفر از پلیس و امنیت در تعداد که ما گفتم 35 نفر مجموعا شهید شدند و 103 نفر زخمی شدند تا جایی که با وزارت دفاع ارتباط داره ما در مورد افسرایی که در وزارت دفاع شهید شدند می توانم بر شما بگویم که یک جنرال که به نام برید جنرال عبدالرازق معاون لوای حمایه و امنیت سردرسیز وزارت دفاع بود دو تورن و دو بردمل شامل شهدای ماست و هجده نفر دیگر زخمی شدند که بعضی از, از این زخمی ها جراحاتشان سطحی است که ممکن است که اکنون اعتداد کم شده باشد تشکر رادمنشت سب... در ظرف کمتر از دو هفته دو ولسوالی در ولایت پکتیا و پکتیکا سقوط می شما چی فکر می کنین؟ سبب موفقیت طالبا چیست؟ کمبود نیروهای افغان در منطقه مشخص و یا توانمند شدن بیشتر طالبا یا ای که ادعای مقامات امنیتی پکتیکا درست است که گویا در جنگ طالبان نظامیان پاکستانی و یا هم جنگ طالبان نظامیان پاکستانی رهبری میکنند یقیناً <تصفح> که متاسفانه کشور همسایه ما در امر مبارزه علیه تروریسم با ما همکاری جدی ندارند یکی همکاری ساقای رادمنش از همکاری نگرانی های وجود ای پاکستان، داشته. ایران و کشورهای دیگه هستند ما از بیرون این تاریا اصلا به افغانستان نمی این ای افراد تروریست از بیرون به از بیرون یعنی از از همی کشورهای همسایه داخل افغانستان می شوند بناهند ما می دانیم که اینها به نحوی از آنها توسط استخبارات منطقه در کشور ما سوال ما بسیار مشخص بود در مورد انتحاری نبود آقای رادمان سوال ما در مورد حملات انتحاری نبود دوباره تکرار میکنم ببینید ولسوالی و ولسوالی جانی خیل در پکتیا آقای رادمنش با معذرت بین المللی رابطه دارند اگر انتحاری هستند اگر افراد مسلح هستند اگر کسانی هستند که به حساب جبهات مختلف بر علیه ملت و دولت ما توطئه میکنند اینها همه از کشورهای همسایه در اینجا من از شما دوباره پرسان بکنم با مزرد. تنبیل مزرد. میشن، که شما و ما هم در مقابل با از فعالیت های خوب استفاده کردین ما توانستین در طی امی هفته یعنی تنها روز دوشنبه از سآل چیرا... اگر سآل من از شما سوال اگر اجازه بتین بکنن... سوال از شما بکنم ببخشین بسیار زیاد ولسوالی امنا و ولسوالی جانی خیل چرا سقوط کرد در داخل ولایت مقامات ولایتی و یا هم محلی میگن که جنرال های پاکستانی جنگ رهبری میکنن شما در اونجا اردوی ملی حضور نداره که ولسوالی سخوت میکنه و یا هم زورتان برای مبارزه با طالبان نمیرسه؟ ببینید جناب سیار صاحب ما در افغانستان اضافه از 365 ولسوالی دارند و 36 لوای اردوی ملی است ما در همه ولسوالی ها حضور ندارند در اول پلیس است و ملکیا هستن ک خدمات ملکی را به مردم ارائه میکنند بر ما راپور داده شد که وضعیت در اولسوالی جانخیل خراب شده ما با در نظر داشته پلان مخاربوی به طرف اولسوالی جانخیل قطعات خود سوق دادیم ولی متاسفانه بین اولسوالی چمکنی و جانخیل در مناطق لواره و در مناطق ریشپیگای کوتل و همچنان دمی فاصله بین اولیسوالی جانی و سمکنی مین فرش کرده بودن تا ما این را پس کنین به خاطر از اینکه نیروهای ما محفوظ در ساحه برسند یک وقت را در بر گرفت و متاسفانه در اونجا کمی وضعیت خراب شد تعدیدات روزانش. زیادتر شد ولی ما توانستیم که بعد از تسکیه از این راه ها و مناطق خود به اولیسوالی برسانند و اولیسوالی را ما دیروز آزاد ساختند و اکنون در اونجا خدمات ملکی و کسایی که برای تنفیز قانون معذف در اونجا خواسته شدند و وظایف خود فعلا انجام میتند چند ولسوالی تحت تصرف طالبا است در سراسر افغانستان آقای رادمنش؟ فلان فعلا شما دیدین که ما اولسوالی جانی خیل را اولسوالی امن و اولسوالی راغستان خان‌آباد قلعه زال و اینا را از دست دشمن گرفتین و همچنان در ولسوالی پساوند ولایت غور و کمری و, و بالا مرغاب ولایت بادغیس و همچنان در ولایت هلمند ما اتصا و انبساط بسیار خوبی داشتیم و ما توانستیم به دشمن ضربات ولی اکنون هشت ولسوالی نه در دست طالباست و ما هم قطعات خود به خاطر فعالیت های ای بعدی در گارنیزون هایشان مستقر ساختیم و همین اکنون مثلا در اولسوالی نوزاد و موساقله ما توانستین به دشمنان ضربات کوبنده وارد بسازین یعنی اینکه در همه اولسوالی هایی که دشمن ادعای دست داشتن داره در اونجا ما فعالیت های مهاربی خود توسط کماندوها و فعالیت های شبانه اجرا میکنین و امیدوار هستیم و مصمم هستیم که بسیار زودی ای هشت اولسوالی تحت قانون و حاکمیت دولت مردمش تشکر. با آرامی زندگی بکنند آقای رادمنش باید داشته باشین در برنامه پشتو سوالا را همکارم باش شما دنبال میکنن تشکر از وقتتان